سلامی به گرمی بیف پوری و هیپوپولوژیست که دیروز دوباره داغ شده داستانا هست میخوایم با هم بریم داشته باشیم حواشی یکم و دوم تیر ماه 1403 رو چه ماه جذابی چه ماه جذابی همه تیر ماه یا پرچم بالاست بریم که با هم این رب حواشی رو داشته باشیم اول از همه در ادامه داستان تلگرامی که با هم داشتن سامان ویلسون و کچیویت سامان ویلسون یه سری ویس دیگه گذاشته و اشاره میکرد که یکی که خیلی برام عزیزه گفت ولش کنیشونو که من فکر میکنم اون شخص میتونه مهراد هیدن باشه چون با هر دوتا این آرتیست رابطه خیلی نزدیک و خوبی داره خلاصه گوش کنیم با هم خیلی شانس آوردی پسر خوب چون یه آدمی که من خیلی برای ارزش قائلم امروز بهم مسیج زده که به خاطر من ول کنیم بچه رو گفتم حله چون من به اون نه نمیگم بهش بدهکارم کل زندگیمون برای همین دیگه قصه در رفتید یه دم سلاخی بودی یا یعنی نزدیک بود سر تو بزنم تو کریر رپ فارسیت کاری ندارم من با تو تو رفیق بودی با من ورداشتی من رو آنفالو کردی یه برنامه ای من را انداختی بعد دوباره یه سال بعد اومدی آنالیز کردی که من خفنم یا خفن نیستم و الان دوباره اومدی میگی من من میخوام وایس تو رو بزنم اول آهنگم ولم کن داداش برو دیگه کاری ندارم من با تو اصلا چیزی نیست برو ولم کن دیگه همه کار خودت کردی من اصلا چی کار دارم با تو یه آهنگم که باید مفتی دادم یه بیتم به من بده کاری هیچی اصلا نخواستم از گفتم برو آقا من با تو کاری ندارم برو دیگه ول کن دیگه مفری هم حدی داره دیگه تو مگه من بدت نمیاد پس دست از سرم وردار دیگه اوکی از من بدت میاد یه موقعی رفیق بودیم تموم شد برو چقدر دیگه مثلا نمیشه که مثلا تو بیای هزار جور برنامه علیه من را بندازی بعد از اون ور بگی میخوام وایست تو رو بزنم چتر تو کی هستی کی تو رو بزرگ کرده آخه انقدر رفتین تو کف نمیدونم مارکت چی ایجاب میکنه و جامعه چی میخواد و فلان و اصلا را از رپ اومدین بیرون کلا رفتین تو این داستان که چی میطلبه الان چه جنسی باید زد همه جور کاری کردیم وسط یه آش پختی که اصلا چه میدونم مزه هیچ چی نمیده انقدر که ملاتش زیاده یعنی چیز کن دیگه یه, یه،, یه جای کار دیگه بس دیگه منظورم همینه منم هم دیگه تمومه دیگه کاری ندارم باز فقط بکش بیرون تو خدا دیگه تو هم دیگه کشش نده چون دیگه این دفعه بعدی کشش بدی دیگه نه خدا بیاد پایین من میگم هستم دیگه یعنی کاری ندارم دیگه من میرم جهنم ولی هم با خودم میبرم الانم هم پیتی پارتی رو قطعش کن دیگه که نه هم رسانه ها چرا با من بدن مردم چرا با من بدن من احترام نباید بذارم من باید بد باشم فلان ولش کن من اون موقعی که شما همتون ریختین سرم یه تنه با اسلام که فالوور ریخت گفتم به چپ هم تو هم اینجوری باش چیه بابا الان داری با اینا چیکار میکنی دنبال چی داری میگردی ولشون بله کن بابا پیش میاد الانم پرش گرفت به خودت چون همیشه خودت همراه اینا بودی فهمی کردی تو میری اینا هم دنبالت میان الان ریختن رو سرت یه ذره حالت بد شده ولی برای همه پیش میاد اشکال نداره من دیگه من خیلی تافتر از این حرفام که مثلا حرف یکی بره تو مخم و فلان اینا تو هم اینجوری باش تو که دیگه کوبیدی رفتی اون سر دنیا زندگی تو اینجا ول کردی اینکه که خیلی کوچیکیه کی مثلا دوست داره تو موفق شی هیچ همه دوست دارن گن بزنی دایره غیر از خانواده و دوستای خیلی نزدیک دوست دارن تو گوه بزنی این یه حقیقته همه دوست دارن یه بلایی سرت بیاد که بریزن سرت فرشت بدن بهت بخندن این فقط ایران نیست همه دنیا همینه nobody likes to see anybody else succeed that much واقعا برای همین دیگه یه همچی شرایطی شده اینا رو ول کن یعنی بگو آقا اصلا چیکارتون کنم بریم به درک خیلی وقت من این سیستم رو گرفتم مثلاً سالیان سال نه فقط از این اعتراضات از قبلش از قبل بزرگ تا قبل اون موقعی که نخوندم دوباره خوندم و همیشه bad news travels fast واقعیت یعنی مثلا بگم فلانی از فلانی طلاق گرفته خیلی زودتر تو دهن میچرخه تا فلانی از یه دختری خوشش اومد با هم ازدواج کردن و خوشبخت شدن اصلا اون که یعنی چی اون که خیلی لوس بود این باز باحاله یعنی یه اتفاق بدی برای یکی افتاده بذار یه ذره گاسیپ کنیم راجبش این طبیعت آدم هاست. نه ایران نه همه جای دنیا کره زمین اینطوریه آرمین رابر هم دوباره گرفت روپوری و یه وایس گذاشت گفت آقا این اسلحه ها هم تو بخوای رنت کنی باز بعد بری مجوز و اینا داشته باشی میان میگیرنت حاجی اینا چهار تا حرف چهار تا بچه سال احمقم باور میکنن تا. آخه اسلحه اجاره ای شما باید برای یه جایی اجاره کنی سینمایی که مجوز داشته باشه کلیپت وگرنه یعنی تو اونی که اجاره داده رو با هم پاره میکنن من که شما همه چیتون اوکی باشه هماهنگ باشه شما اصلا به جرم ترویز خشونت برای جرم میبندن که کلیپ آقا ها آوردی میشه چه با تا به اجاره و همون باید شما با اجاره مزاره ای نمیم با 125 خودم من وید موزیک ویدیو می‌گیرم خیلی بیشتر حال میکنم تا زنگ بزنم نمیم موتور خوب بیاد ولی اجارش کنم بابا شما همون زیر اجاره اید خودتون خودتون رو خراب کردید با ولمون کنید خب بعد از این داستان ها میرسیم به آهنگ جدیدی که سروشی پاپولوژی ساده به نظر من یه جورایی استراتژی یعنی این چرا چون ما دیروز دیدیم یه سری فریسال و اینا می و دی به دوکی این داستان ها بود فردا اومد یه ترک منتشر کرد که هیچ رپتی نداشت خیلی هم هایپ نکرد خیلی هم نیامد بگه دیسه و اینا خب ولی خیلی به خاطر اینکه ببینن دیسه یا نه کلیک کردن و فهم کردن دیسه ولی اینجوری نبود خب آهنگ بوزو داد زیر کامنتاش خب وینا اومده بود گفته بود دمت گرم و فلان و اینها آتیش و انرژی و زیر اون کامنت که می‌بینی تیپولوژیست اینجوری گذاشته بود که این اسم گیم دوباره اومد که برمیگرده به اون زمان‌ها که بعد از اینکه حالا آلبوم فیلم اومده دیس که خودشونو دادن این گیمجه رو میگفتن که حالا خیلی ها دیس جدیدی هست احتمالا به پوری و اینا ولی نیومده حالا و خیلی هم درگیرن که این چیه نمیدونم شاید گیربکس ماشین جواده یا شاید هم گایدم مسئولین جمهوری میدونی چی میگم پرانتز شوخی ها ولی خلاصه گیم جه به نظر میاد خیلی حالا شاید نزدیک حالا داستانی که هست بعد ببینیم چه جوری میاد یا نه یه نکته دیگه ای که کامنت هایی که داره وایرال میشه از هیپوپولوژیست این کامنته که زیر پست دو اینو گذاشته و لفظ پوریه و خب فیز جدید این بیفه شروع شده حالا بعد ببینیم کی چیکار میکنه اما اینا هم که بذاریم کنار خب دیشب یک دیسی منتشر کرد به صورت فری استایل جناب آقای پوری که توش خب باز میدیدیم که پانچ میزد با خانواده و به هر حال نزدیکان چند تا از آرتیستا که نکته اولش اینه که خب برای اولین بار میدیدیم خب ما خیلی وقت میگفتیم آقا ناموسیش نکنید و اینا خیلی هم گفتن نه دیگه بیف و اینا اما الان داریم میبینیم که موجی زد پوری را افتاده توی توییتر تلگرام اینا که همه آقا چیکار داریم مثلا به اینو فلان و اینها و این داستان خیلی زیاد شده بعد از اینکه این فری استایل حال منتشر کرد یانگ سادن ریمو و آنفالو کرد جناب آقای پوری که قبلا با هم ترک موفق مثل بالنسیاگا رو داشتن که چه ترکی بود خب یانگ سادن هم هم محلی و هم شهری بهتر بگیم چرسی هست و رابطه نزدیکی رو با هم دادن سر این به احتمال زیاد سر همین این داستانو انجام داده و نکته دیگه که داریم چرسی از دیروز هیچ واکنشی نشون نداده آد زمان اینه که تو استودیو و در حال اینکه یه پروژه بده احتمالا ما از شرسی خواهیم داشت یک دیس سنگینی رو و این بود از اتفاقات این چند روزه من چک کنم اینم چیزی رو جا ننداختیم نه این بود از این اتفاقات و از طرف دیگه هم خیلی از کسایی که از سمت هی ملتفت بعضی هم میان به اصطلاح مثلا رفیق ملتفت کاورزن ملتفت آخه ما نفهمیدیم کی رفیق کی نیست بعضی از عکس‌های قدیمی فدایی رو ور میدارن یه سری جاشو کات میکنن میگن خبریه و از اون ور بعضی ها میگفتن توی دیتابیس برحال پلتفورماش داریم میبینیم دوتا ترک اومده و فعلا خبری نشده حالا باید ببینیم اتفاق میفته یا نه ولی این بود از این داستان که بود این چند وقته متشنج زیاد شده داستان حالا شما طرفدار کدوم آرتیس هستید بنویسید و دمتون گرم تا این لحظه این کوتاه رو با ما بودید پاش تا ویدیو بعدی سیوسون